زندگی کنید. از خودتان نپرسید که جهان به چه چیز نیاز دارد، بلکه بپرسید که چه چیز شما را زنده می کند. زیرا آنچه مورد نیاز جهان است مردمی است که زنده شده اند. هارولد ویتمن. 7. صداقت بی‌نقص. چگونه می توانیم مطمئن باشیم حتی در روزهایی که وسوسه می شویم به بیراه برویم، باز هم در مسیر بهترین سال زندگیمان یک راست به پیش برانیم؟ چه چیزی پشتیبان ماست و تضمین می کند که کارهای روزانه امان با تصویری که از بهترین سال زندگیمان داریم سازگار است؟ پاسخ ساده این است: زندگی کردن بر مبنای صداقت. صداقت بی‌نقص زیربنای یک زندگی موفق است. این صداقت تکیه‌گاه، کانون و ساختاری است که ما را توانمند می‌سازد تا بیشترین کوشش را بکنیم و هر روز مواردی را برگزینیم که با عمیق‌ترین حقیقت ما هماهنگی دارد. هنگامی که درون صداقت شخصی زندگی می‌کنیم، به اصل وجودمان وصل، در تعهداتمان راسخ و شایسته اعتماد خود هستیم. هنگامی که با صداقتی بی‌نقص عمل می‌کنیم، یکایک زمینه‌های زندگیمان با استاب والاترین نگرش و عمیق‌ترین ارزش‌های ما می‌شود. آنگاه رفتارها، کارها و انتخاب‌های ما با آن کسی که آرزو داریم در جهان باشیم هماهنگ هستند. ما نمی توانیم یک زندگی غنی و رضایت بخش بسازیم مگر اینکه آن را بر شالوده صداقت بی‌نقص بنا کنیم. بسیاری از ما طبق صداقت شخصی عمل نمی کنیم، زیرا که می ترسیم مسیر صداقت، عشق، پول، امنیت و موفقیت دلخواه را به ما عرضه نکند. شاید باور داریم برای موفق شدن باید ظاهر ما شبیه آدم‌های موفق باشد و در نتیجه انتخاب می‌نماییم که فراتر از امکانات خود زندگی کنیم. یا شاید فکر می‌کنیم که باید درآمد معینی داشته باشیم و مسیر صادقانه چنین امکاناتی را به ما نمی دهد و در نتیجه تصمیم می گیریم که کمی تقلب کنیم. یا شاید در آستانه یک قرارداد تجاری می ترسیم که مبادا آن را از دست بدهیم و در نتیجه اغراق می کنیم یا دروغ می گوییم تا موفقیت خود را تضمین نماییم. شاید هم می ترسیم از ابتکار کافی برخوردار نباشیم و در نتیجه افکار دیگران را می دزدیم و مدعی آنها می شویم. با این رفتارهای به ظاهر کم اهمیت، چرخه معیوبی آغاز می شود. ترسهای ما حکم فرمایان اعمال ما می شوند و در این حین به تدریج صداقت شخصی من محو می گردد. هزینه این رفتار سنگین است. به این ترتیب از مسیر موفقیت خارج می شویم و در جریان طولانی و پیچ در پیچ تقلا و فشار قرار می گیریم. هر بار که از مسیر مستقیم صداقت شخصی منحرف می شویم، هر بار که عذری می آوریم تا کمتر از آن باشیم که واقعا هستیم، خود را از عمیق‌ترین حقیقتمان جدا می کنیم و حق موفقیت و خوشنودی را از خودمان می گیریم. هر روز ما در سراسر جهان شاهد نتایج معامله صداقت به ازای پول، موفقیت و طمع هستیم. در ضمن هر روز می توانیم کش شدن از مسیر راست صداقت و تلاش را برای دستیابی به آنچه که به راستی متعلق به ما نیست ببینیم.
همان گونه که کارهای خلاف قانون مفید نیست، خطاهایی هم هست که نسبت به زندگیمان مرتکب می‌شویم و مفید نیستند. این جرم است که بالاترین توان خود را به بهای لحظه خوشی یا به دست آوردن یک سود توهمی بفروشیم. اگر به صداقت بی‌نقص فرصت بدهیم، بهترین متعهد ما خواهد بود. این صداقت روحیه ما را تقویت می‌سازد و دریایی از اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی را که ابزارهای ضروری برای پیمودن مسیر بهترین سال زندگی من هستند به ما تزریق می کند. هنگامی که هماهنگ با صداقت شخصی زندگی می کنیم، با تمامی منابع، امکانات و الهامات خود در ارتباط هستیم و می توانیم مواردی را برگزینیم که زندگی من را تقویت کند و ما را یک راست به سوی موفقیت به پیش ببرد. در آن هنگام به طور طبیعی کارهای انجام می دهیم که از اعماق وجودمان نشأت گرفته است و با حقیقتمان در ارتباط هستیم. این حقیقت ما را به سوی افکار، اشخاص و شرایط دقیق و درستی هدایت می کند که برای ایجاد موفقیت مورد نظر به آنها نیاز داریم. برعکس، هنگامی که از هماهنگی با صداقت شخصی خارج می شویم، پیوسته در تقلا هستیم تا معنا و رضایت خاطر بیابیم و به جای آنکه کارهایی هماهنگ با اهداف و آرزوهایمان انجام دهیم، به دام تلاش برای بهبود وضعیت زندگیمان می‌افتیم. اجازه دهید نمونه‌ای در این باره بیاورم. دوست من دریک مرد تیزهوش خردمند و تحصیل کرده است که در 22 سالگی وطن خود انگلستان را ترک کرد و به آمریکا آمد تا در اینجا زندگی کند. او نیز مانند پدر و دو خواهرش در سرمایه گذاری و خرید و فروش املاک بسیار با استعداد است، اما از ابتدا انتخاب کرد که از کار و کسب خانوادگی فاصله بگیرد و کاری را در زمینه درمانگری که به نظرش با معناتر بود دنبال کند. 15 سال پیش که با درک آشنا شدم، هنوز می‌کوشید کاری بکند که دوست دارد و موقعیت حقیقیش را در جهان کشف کند. با عمیق‌تر شدن آشنایی من و او گفتگوهای بسیاری درباره بهداشت، روانشناسی و رواندرمانگری داشتیم، اما از هر کجا که سخن آغاز می کردیم، سرانجام بحث ما به تجارت، سرمایه گذاری و بازار معاملات مسکن کشیده می شد. این مرد تیزهوشی خاصی داشت و من همیشه نکات فراوانی از نوع نگرش او آموختم. در شگفت بودم چرا مردی که در زمینه تجارت این همه با استعداد است، آنقدر وقت و انرژی خود را برای یادگیری انواع درمانگری هزینه می کند. یک روز بدون منظور خاصی به درک گفتم که شاید هدف حقیقیش این باشد که در زمینه تجارت فعال شود، نه درمانگری، و چند ماه در آنجا اقامت کند و ببیند آیا هیچ کار مناسبی می‌یابد یا نه. درک آن روز ناراحت و سرخورده از اینکه او را درک نمی‌کنم از نزد من رفت. سپس 2 سال را برفتن از این درمانگاه به آن درمانگاه، آزمودن این شیوه درمانی و آن شیوه درمانی گذراند، تا آنکه سرانجام به این فکر افتاد که شاید از هماهنگی با نقاط قوت وجود حقیقیش خارج شده است و در مسیری اشتباه پیش می رود. مرگ ناگهانی پدر او را برای چند ماه به انگلستان بازگرداند و در آنجا بود که متوجه این واقعیت شد که در آمریکا پی زندگی بوده که با والاترین حقیقت وجودش
سازگاری نداشته است. دریک به آمریکا بازگشت، چمدانهایش را بست و اکنون در وطن خود زندگی می کند و در زمینه معاملات املاک بسیار موفق است. بیشتر ما بخشی از عمر خود را به انکار، پنهان شدن از حقیقت، امتناع از تغییر وضعیت یا روبرو نشدن با شکست ها می گذرانیم. ما تظاهر می کنیم که روزی همه چیز خوب خواهد شد و در حالی که به حرکت در همان مسیر همیشگی ادامه می دهیم، می کوشیم تا در زندگی موفق شویم. مانند کبکی که سرش را در برف فرو کرده، خدشه‌دار شدن اصالت و صداقت ما معمولاً برای همه جز خودمان آشکار است و اگر چه دیگران آنها را به ما گوشزد می کنند، مدام انتخاب می کنیم که به این موارد بی‌توجه باشیم. اما این رفتارهای نادرست مبانی بر سر راه ما هستند. هزینه ندیدن واقعیت و روبرو نشدن با دروغ‌هایی که به خودمان می‌گوییم سنگین است. به جای آنکه از تلاش‌هایمان بالنده شویم، خواسته‌های قلبی‌مان را برآورده سازیم و از خودمان رضایت داشته باشیم، هر سال پس از سال دیگر در پی همان رویاهای قدیمی می‌دویم و می‌کوشیم تا خوشبختی و موفقیت را پیدا کنیم. هنگامی که زندگیتان با وجود حقیقی شما هماهنگ نیست، انرژیتان هدر می رود و از رسیدن به اهداف خود منحرف می شوید. اگر ماشینی را رانده باشید که تنظیم نباشد، می دانید که چگونه می لرزد، ریپ می زند و به یک سو کشیده می شود. امکان ندارد بتوانید هنگام رانندگی با چنین اتومبیلی آرام بگیرید و لذت ببرید، زیرا مدام باید حواستان به جاده باشد. در چنین وضعیتی مضطرب هستید و نمیدانید اگر با دقت فراوان رانندگی نکنید، با این ماشین نامنظم و غیر قابل پیش بینی چه بر سرتان خواهد آمد. در این حالت نگرانی ایمنی خود هستید، در نتیجه به فرمان میچسبید و نمیتوانید اتومبیل را به نرمی هدایت کنید. هنگامی که با وجودتان هماهنگ نیستید نیز همین وضعیت پیش می آید. در چنین موقعیتی به آن چیزی که درست کار نمی کند می چسبید و فراموش می کنید آسودگی، نشاط و موفقیت چه لذتی دارد. در مقایسه با هر راهی زندگی طبق صداقت بی نقص در واقع مسیر ساده تر است. شاید فکر کنید که ادامه دادن به زندگی زیر چتر عذر و بهانه ها، توجیه ها و خیال پردازی ها شما را از رنج و ناراحتی محفوظ می دارد. اما اگر واقعا می خواهید متوجه هزینه حقیقی این کار خود شوید، بررسی کنید و ببینید چه مدت است که دست به گریبان همان مسائل قدیمی هستید. تمامی ما این انتخاب را داریم که از خط صداقتمان خارج شویم، اما به شما قول می دهم که در این صورت مسائل اصلی ما هرچه باشند که در زمینه مالی، روابط، شغل یا سلامت برطرف نخواهند شد. ما می توانیم هرچقدر بخواهیم کج برویم، می توانیم همچنان از انجام کارهایی که می دانیم لازم است سر باز زنیم، اما در این صورت هر سال همان مسائل قدیمی پدید می آیند و رنج، سردرگمی و تأسف ناشی از تحقق نیافتن آرزوهایمان را به همراه می آورند. اگر خط مستقیم صداقتمان را پی بگیریم، اگر انتخاب‌ها و کارهای ما با آنچه می دانیم درست و راست است هماهنگ باشند، به طور طبیعی آرزوهایمان را برآورده خواهیم کرد. ایجاد لنگرهای صداقت. یکی از راه‌های تضمین این نکته که با نگرش خود هماهنگ باقی بمانیم و موفق شوید که بهترین سال زندگیتان را بیافرینید این است که آنچه را من لنگرهای صداقت می‌خوانم به وجود آورید. این تمرین‌ها یا به عبارتی لنگرهای صداقت شما کمکتان می کنند تا در واقعیت مستقر بمانید و اطمینان داشته باشید که بر اهداف خود متمرکز هستید.
آنها مهمترین موارد شما را برایتان برجسته می کنند. می توانید آنها را به شکل لنگرهایی ببینید که شما را در نیاتتان مبتنی بر آفرینش بهترین سال زندگی مستقر می کنند. لنگرهای صداقت تمرینهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ای هستند که باید آنها را پابرجا نگاه دارید تا از خودتان رضایت داشته و به رویاهایتان متصل باشید. طبیعتاً لنگرهای صداقت به هدف، مقصود و نگرش بستگی دارد و برای هر کسی متفاوت است. هنگامی که به اصالت خود خیانت می کنیم، ناامن و ناراحت می شویم. احساس فشار، تقلا و دلشوره عمیقی داریم و می دانیم که چیزی سر جایش نیست. اگر لنگرهای صداقت ما را در مسیر درست نگه ندارد، ترس‌ها، تردیدها و صدای عیب‌جویی بر واقعیت من حکم می‌راند و آرامش خاطر ما را تحلیل می‌برد. اگر هدیه صادق بودن با خود، یعنی هماهنگی با ارزش‌ها، اخلاقیات و اصالتمان را از خودمان دریغ کنیم، موفقیت و شادی در تمامی زمینه‌های زندگی از ما می‌گریزد. یکی از دوستان خوب من به نام جنا آرزو دارد که زندگی خانوادگی رضایت بخش و بالندهی بیافریند. او می داند برای رسیدن به این هدف باید احساس کند که مادر خوبی برای سه پسرش هست. هیچ چیزی برای جنا مهمتر از این نیست که در پایان هر روز بداند که پسرانش از عشق کامل او برخوردار بودند. این دوست من سه لنگر صداقت برای خود ایجاد کرد تا موفقیتش را در مادری عالی بودن تضمین کند. 1. هر هفته یک برنامه تفریحی برای فرزندانم ترتیب می دهم که بتوانم بخندیم، بازی کنیم و با هم باشیم. 2. هر هفته دست کم 3 ساعت ورزش خواهم کرد تا هنگامی که با بچه هایم هستم نیرو و انرژی بیشتری داشته باشم. 3. هر هفته نیم ساعت را به هر کدام از فرزندانم اختصاص می دهم. در این مدت همه حواسم به فرزندم معطوف خواهد بود و به تکالیف مدرسه‌اش رسیدگی می کنم یا برایش کتاب می خوانم. در گذشته جنا چنان گرفتار شغل خود شده بود که از آنچه به راستی برایش اهمیت داشت غافل مانده بود. هر بار که او از خط صداقت خود خارج می گردد و به کاری که می داند برایش مهم است بی‌اعتنایی می کند، به سرعت دچار ناراحتی و سرگشتگی می شود. یکایک ما باید لنگرهای صداقت خاصی را برای زمینه‌های مهم زندگیمان بسازیم. پرداخت به موقع صورت حساب‌ها، وقت گذراندن با بچه‌ها، راستگویی، خوردن غذای سالم، ورزش، مراقبه، پسنداز برای آینده و خدمت داوطلبانه در یکی از مراکز خیریه نمونه‌هایی از لنگرهای صداقت هستند که ما را در مسیر درست و مطابق با آنچه به راستی برای ما مهم است حفظ می کنند. این لنگرها را به صورت ریسمان‌های قدرتمندی ببینید که ما را به بالاترین وجود و خرد درونی من متصل نگه می دارند. با تعیین لنگرهای صداقت، نظارت دقیقی بر کارها، رفتارها و انضباط روزانه‌ای که برای دستیابی به بهترین زندگیتان بسیار مهم هستند پیدا می کنید. با وفاداری به لنگرهای صداقت در هر زمینه مهم زندگیتان، این شهامت را می‌یابید که آنچه را نیاز دارید بخواهید و به سطوح بالاتری از عزت نفس و احساس ارزشمندی بروید. هنگامی که صداقت شما کاملا پابرجاست، از موهبت این ایمان عمیق برخوردار می‌شوید که نیازهایتان برآورده خواهند شد و اهداف و آرزوهایتان به بار خواهد نشست. آنگاه این آزادی را پیدا می‌کنید که کاملا شفاف باشید و این شهامت را میابید به خودتان اجازه دهید که دیده شوید، زیرا میدانید که هیچ موردی
برای ترس یا عذرخواهی در شما وجود ندارد. با پیروی از لنگرهای صداقت تمامی امکانات درونیتان در دسترس شما قرار خواهند گرفت و برای خودتان و دیگران الهام بخش خواهید شد. دیگر نیازی ندارید که جهان بیرون شما را تایید کند، زیرا خودتان طبیعتاً خودتان را تایید خواهید کرد و از همه مهمتر آنقدر احساس ارزشمندی خواهید داشت که به این نیت که امسال را به بهترین سال زندگیتان تبدیل کنید وفادار و متحد باقی خواهید ماند. اقدام کنید، با صداقت بی‌نقص زندگی کنید. تجسمی را که درباره بهترین سال زندگیتان داشتید بیاد بیاورید. می‌خواهید به چه هدفی دست یابید و چه احساسی داشته باشید. اکنون دو لنگر صداقت بسازید که بتوانید با انجام روزانه آنها در مسیر تحقق تجسمتان باقی بمانید. لنگرهای صداقت خود را پیش چشم داشته باشید و در کارهای روزانه بگنجانید و بدانید که انجام آنها شما را در مسیر مستقیم به سوی موفقیت قرار می دهد.